میگه گنجور و شاه نیازی نداره به راه گنجور نگاه کنه. گنجور کسیه که خزانه دار پادشاه و معمولا یه بخشی از گوهرها و سنگهای قیمتی و زر و سیم و مروارید و هرچی که توی خزانه هست یه بخشیشو میاره و در بارگاه میذاره. این یه رسمی بوده که توی وقتی شاه بار میداده و مهمونی داشته خزانه دار باید میآورده یه مقداری از این اشیاء قیمتی رو که اگه خواست شاه به کسی ببخشه دم دست باشه و سریع ببخشه. شاه کیخسرو میگه گنجور. از همینجا تبدیل میشیم به گنجور و میتونیم با یک چرخش این کار رو انجام بدیم. میگیم که یک سینی پر از یاقوت آوردن گذاشتن جلوی بیژن. خب ما میتونیم اینجا بذاریم جلوی بیژن، مثلا میتونیم اینوری بذاریم چون که بیژن رو به شاه بود و ما میایم اگه بخوایم اینجا بذاریم جلوش انگار که بیژن اینجا قرار گرفته و ما سینی رو میذاریم جلوش. گاهی وقتا میتونیم که خب همین جلو بذاریم و یا حتی میتونیم چرخ هم مثلا این چرخ و این شکلی نریم که بذاریم، میتونیم همین جوری گنجور یک سینی پر از سیم و زر گذاشت جلوی بیژن. بیژن دوباره ما باید برگردیم به پوز بیژن. بیژن گفت از همینجا که سینی رو میذاریم، بیژن گفت شاها من آمادم اما راه را نمیدانم. خب دوباره اینجا تبدیل میشیم اینجا به کیخسرو. دیگه نمیگیم کیخسرو چون همه دیگه کیخسرو رو میدونن پوزش چیه. گرگین میلاد. به گرگین میلاد گفت آنگهی که بیژن به ارمان نداند رهی. تو با او برو تا سر آب بند، همش راه بر باش و هم یار مند. خب یه شاه این کارا رو نمی کنه ولی ما برای زیبایی بصری به عنوان نقال این کارو میکنیم، میتونیم هم نکنیم، همچنان این شکلی باشه. و اینکه یادمون باشه که ما گرگین میلاد رو وقتی اون اول که پهلوانا رو نام میبریم، گرگین میلاد رو کجا میذاریم توی گویشمون. مثلا اونجا بیژن بود، اینجا شد گرگین میلاد، بعد توس نوذر و فریبرز کاوه. وقتی هم که شاه میخواد نگاه کنه که به گرگین بگه برو کمک بیژن، بهتره که به همون جایی اشاره کنیم و به همون جایی نگاه کنیم که ما قبلا گرگین رو معرفی کردیم که پهلوان گرگین اونجاست.